مرتضی مشرفی مدیر بخش رشد سیاحی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اسفره امروز با همراهی هنرمند نظیرجان نظیرف با جنبست آزمون ولایتی آرایشی از سنگ اشتراک کرد. مرتضی مشرفی میگوید که نظیرجان نظیرف سالیانی سال است که با هنر سنگتراشی خیش در شهر اسفره شناخته شده است و چند نمود محصول دستانی خود را در جنبست آزمون معرضی تماشا نمود. امروز در این آزمون سنگتراشی ماهر شهر اسفره نظیرف نظیرجان اشتراک دارند و البته که هنرهای دستی خود را که از سنگ آرایش داده شده است در اینجا پیشنهاد نموده و مورد قید است که این کس از سالهای پیشین به این هنر سنگتراشی مشغول می باشند و در دهه قلعه مزار که یکی از موضع‌های سیاحی قلعه سرخی قریب که در گرد و اطراف این موضع سیاحی با سنگ آرایش سنگ آرا داده شده است و از همه مهمترش همین است که در نزدیک 1000 متر بلندی در بالای کوه یک جای نشستگاه از آرایش سنگی ساخته استفاده استودند که با باوری کامل داریم که همین سال ما همین کار را با یک جایگی صاحب کار را به اتمام میرسانیم. چنان یکی با مقصد رشد احیا و دستگیری هنرهای ملی از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سالهای 2019-2021 سال رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کردید. این اقدام از جانب سرور ملت برای ما هنرمندان یک تحفه خوب گشت. ابراز داشت مؤسس گروه تشبثکاری ساق ارت ادیب دوسماتو و گفت که امروز آنها محصول دستانی زنهای امکانیتشان محدود را به آزمون ولایتی پیشنهاد کردند. ما امروز در این آزمون محصول دستکارهای زنهای معیوب را آوردیم. مقصد گروه ما این پیش بردن کارهای زنهای معیوب، آموزاندن و ساختن آرایش های از سنگ، مهر بافی، یرم دوزی می باشد و ما مثلا آرایش ها از سنگ و از سنگ های طبیعی دولت خودمون می سازیم و می خواهیم زنهایی که معیوب هستند یا مثلا فرزندشون معیوب هستند و زنهایی که خشونت دیده هستند آنها رو دستگیری کنیم. مقصد اساسی آزمون این ترغیب و تشویق ملت، طبیعت و فرهنگ و تاریخی تاجیکستان صاحب استقلال توسط محصولات آرایشی از سنگ در داخل و خارج کشور میباشد. عبدالمجید رحیمов مدیر شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سغد ضمن صحبت افزود که امروز در جنبست آزمون ولایتی از 13 شهر و ناحیه های ولایت نزدیک 20 نفر هنرمندان محصول دستان خود را پیشکش اعضایان حکمان گردانیدند. امروز از 13 شهر و ناحیه ها هنرمندان اشتراک داشته هنرهای آرایشی از سنگ که استحصال میکنند در اینجا به نمایش گذاشته شده. آن غالبانی که در این آزمون غالب در این آزمون جایهای نمایان را گرفتند به دوری جمهوری راحت میگیرند. هدف از برگزاری این آزمون این معرفی محصول دستان هنرهای مردمی در داخل و خارجی کشور محسوب می‌یابد که این برای رشدی سیاحی هم ولایت هم کشور مساعدت می‌کند. باید قید کرد که با مقصد احیای انعنه های اجدادی هنرهای مردمی، تربیه حسی زیبایی پرستی، ترغیب تجربه پیشقدم هنرمندان ورزیده و بخشیده به سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی طبق نظام‌نامه تصدیق گردیده، جنبست آزمون ولایتی هنرهای آرایشی از سنگ برگزار گردید. در نتیجه از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر و ناحیه ها نزدیک 20 نفر هنرمندان از شهر و ناحیه ها اشتراک نموده، محصولات جالب دقت را برای بهاگذاری پیشکش کرد. کمیسیا تمام محصولات گوناگون شرکت کنندگان را دیدن نموده، از میان آنها 3 نفر را با محصولات از جهت صفات، دیزاین، انعکاس میراث تاریخی و فرهنگی، طبیعی، اتنوگرافی، حجم نچندان کلان برای بهاگذاری انتخاب نمودند. در نتیجه جای یکم نصیب هنرمند اشعری خوجند غنی عثمانوف، جای دوم هنرمند اشعری استقلال و جای سوم نصیب هنرمند از ناحیه شهرستان گردیدند. غالبان و اشتراکچیان با تحفه و سپاسنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت قدردانی کرده شدند. گزارشی پروین احرار و براجان شرمتف برای برنامه تلاتی پیام روز.